به نام خدا. جلسه قبل رفتیم سراغ نویز، من دوباره مرور میکنم نویز واسه کسایی که نبودن. نویز در واقع ما سراغ نویز درونی مدارها میریم، سراغ نویزهایی که از بیرون اعمال میشن نیستیم. یه مدار اگر ورودی ACش رو صفر کنیم، خروجیش میتونه نویز داشته باشه به سبب بالاخره عناصر درونی که داره و باعث تولید نویز میشن، که فیز اول مثلا ترمال نویز بود ناشی از مقاومت ها. گفتیم یه سری الکترون آزاد بالاخره تو مقاومت هست که با دما جابجا میشن دیگه، با دما بالا پایین میشن در لحظه، معلوم نیست چه لحظه کجا باشن، و هر لحظه این پتانسیل دو سر مقاومت به خاطر اون جابجایی الکترون ها میتونه مثبت و منفی شه، با یه پتانسیل خیلی کم البته، در حد شاید نانو ولت. سلام علیکم. بعد خب این باعث تولید نویز میشه، به این خاطر اومدیم مقاومت رو مدل کردیم با یه مقاومت بدون نویز و یه منبع ولتاژ نویزی. بعد برای اینکه خب نویز تو پهنه باند برای نویز حرارتی از این رابطه به دست میاد، نیازی به اثباتش نبود چون بحث مدارا و ادوات نیمه هادی هست، به ما ربطی نداره. ولی خب برای اینکه چون متوسط نویز صفر میشه، اگر این رو تماشا کنید پتانسیل یه جا مثبت یه جا منفی دیگه، و متوسط بگیری تقریبا صفر میشه. برای اینکه این اتفاق نیفته، چون در عمل بالاخره نویز تاثیر میذاره، برای محاسباتمون، یعنی محاسباتمون رو ساده کنیم منطقیش کنیم، اومدن در واقع به توان دو رسوندن نویز رو که این قسمت های منفیش هم مثبت شه، بعد متوسط بگیریم. حالا بعضی دوستان ایراد گرفتن، کجاست آقای پای کاره میگفت این بی‌نهایت میشه و این چیزا. این شکل موجود دیگه، شما اینجا متوسط بگیر برس کن، اینم برگردن این بالا این قسمت ها متوسط بگیری، مثلا یک به اینجا دیگه. حالا بر طریقه که دوست دارید من کاری ندارم. اومدیم متوسط گرفتیم، نویز رو حساب کردیم، اون ذرایب هم 4 KT هم خب ثابت بولتزمن بود، این دما بود، اونم خب مقدار مقاومت هست، و بعدش هم به اینجا رسیدیم که نویز مقاومت ها رو میتونیم مستقیم با هم جمع کنیم دیگه. حالا البته قرار شد من اینو توضیح بدم، فراموش کردم برم دنبالش، جلسه بعد بپرسید انشالله که چرا این تیکه صفر شده. با این حال میتونید نویزها رو به این صورت جمع کنید، توان دوشون، البته اینی که خود نویز قابل جمع نیست، توان دوش رو میتونید جمع کنید. توان دو هم گفتیم برای اینکه قسمت منفی مثبت شن، بعد ضرب در پهنه باد میشد نویز. خب میریم سراغ نویز، انواع مختلف نویز تا کجا اومدیم. تنگ میرم سراغ شات نویز، نویز حرارتی رو که گفتیم. خب وقتم اونم کم، ترم داره تموم میشه. ماسفت مونده داخل خودتون چی؟ باید درس بدم بخونی؟ خودش درس میده میخونه. این نویز شات نویز در جانکشن پین ایجاد میشه، مقدارش هم این هست دیگه، این فرمولی که ما ازش استفاده میکنیم. علتش هم در واقع چون گفته تعداد فرمایید. سلام علیکم. گفته در لحظه چون تعداد الکترونایی که از پیوند از سطوح پتانسیل پیوند پی ان مختصرش عبور میکنن متفاوتن، یه مقداری اختلاف هست. اگر
در واقع متوسط ازشون بگیریم، همچین نویزی توی پیوند پین ایجاد میشه. مثلا آره، با زمان متفاوته، تو زمان مختلف تعداد الکترون ها متفاوتن دیگه، دقیقا همیشه یکسان نیست که به زیحت های جریان سابق، به خاطر نقایصی که شاید در اون پیوند وجود داره. فرض کنیم جریان مثلا 1 میلی آمپر باشه، پهنه باندمون هم 1 مگاهرتز، خب نویزمون میشه چقدر؟ نویزی که این دیود مثلا ایجاد میکنه آی ان به توان 2 میشه 2 کیو ضرب در آی دیگه ضرب در دلتا اف، رابطهش اینه. خب 2 ضرب در کیو هم بار الکتریکی 1.6 ضرب در 10 به توان 19 ضرب در آی هم 1 میلی آمپر 10 به توان منفی 3 ضرب در 10 به توان 6 هم که پهنه باند، این دلتا اف آی کیو اونم که 2 تاست. اینو حساب کنیم تقریبا میشه 1.6 ضرب در 10 به توان منفی 8 آمپر اون نویزی که این دیوده ایجاد از لحاظ عددی. میرم سراغ فلیکر نویز. این نویز تابعی از فرکانس است. بشمه بانم توانش درست بود؟ شاید چقدر خیلی آره بیشتر میشه. منفی 19 منفی 22 اینم 6 تا گفتم بزرگ چرا شد. آها آره معذرت میخوام، اون چیز بود توان 2ش اینه، توان 1ش میشه اون چیزی که نوشته بود، این میشه آیا ان 2 دیگه. یه جذر داشت بگیریم آیا ان میشه 1.6 فکر کنم ضرب در 10 به توان منفی 8 آمپر، چون نویز اصلی اینه دیگه، اون توان 2 برای محاسبات ما تابعی از فرکانس هست. نویز فلیکر مقدارش هم بگیم آی ان به توان 2 مساوی است با کی آی اف ام دلتا اف، کی هم در واقع ضریب فلیکر نویز هست. و هرچه اون جنس نیمه عادیمون ترتمیزتر باشه بهتر باشه، این ضریب که یه کوچیکتره و نویزمون کمتر. کی کوچیک میشه و نویز کم میشه. این نویز چطوری ایجاد میشه؟ اگر یادتون باشه حالا اینو یه سرسری بکشم، مثلا اینجا فرض کنید یه ماسفت داشته باشیم، این درین باشه، اینم سورس باشه، اینجا هم کانال تشکیل میشد. بله یک و 47 میان تقریبا میشه 1.5 میگیم، ما خواستیم چیز بنویسیم روند باشه ولی 1.5 خود روندتره. آش دست شما دارم. بعد این الکترون هایی که توی کانال عبور میکنن بعض وقتا توی تله های گیر میکنن اینجاها، بالاخره نیمه هادی ساختیم ایدئال که نیست که اون دیفیوژن هایی که انجام دادن اینا، الکترون ها بعض یه جای گیر میکنن، یه تلنگر بهشون میخوره یه جا گیر میکنه یه اوول میکنه میره، اینا باعث نویز فلیکر میشه. برای چی فرکانس کمتر باشه؟ یعنی چی؟ یعنی الکترون با سرعت کمتری یا تعداد کمتری دارن عبور میکنن بیشتر گیر میفتن. فرکانس که ببری بالا اینا با سرعت یا با شدت بیشتری یا با حجم بیشتری الکترون ها دارن حرکت میکنن،
تعداد کمتری گیر میکنه تو اون تله های نیمه هادی، به این خاطر با فرکانس رابطه معکوس داره. فرکانس زیاد شه نویز کم میشه، فرکانس کم شه نویز زیاد میشه. فلیکر همون فکر کنم یعنی تلنگور گیر افتادن یا همچین چیزی، اگر اشتباه نکنم انگلیسی، حالا سرچ کنید ببین معنی چی میده فلیکر. پس توضیحش هم بنویسم. نقایص حرکت سو زدن، همون شاید تلنگور زدن همچی چیزی هم. تلک تلک چه میدونم یه جوری هست، بعد یه جوری راه میرن میخوان هی میخوان بیفتن پاشون گیر میکنه. تلب تلب مالا اون چیزه شاید فرق کنه تلپیتی نقایس. آره دیگه کجاش خارجیه نمیفهم عربیه نقص نمیدونم لغتش. ها راسه جی لتر یا نویز لتر لتر یا آره زمان کمی بگیم متوقف می شود. فرانسان خوب گفتیم رابطه معکوس داره. جزوی من رو چرا نمی کنید؟ این دست خط من رو می بینید وحشت می کنید هم. چی؟ خونده نمی شن؟ آه اونم خوبه برای خانه خوابیدن. این پاپکورن هم بهش میگن، همون پاپکورنی که خودمون داریم. آره ولی خوب به هوا استنش بود ننوشتی خوده با نوشتی اونا نویز برست نویز یا پاپکورن هم بهش میگن، همون چیز نویزی که گفتیم توی وقتی میکروفون رو وصل میکنی یه تقه میکنه کل امپلیفایر اشباه میشه، مثلا اینجوری یه قوم میزنه بالا یه لحظه. در واقع نویز انفجاری هم بهش میگن دیگه، برست یعنی انفجار. مثل مثلا تق تق کردن میکروفون. خب مقدارش هست چی بفرمایید؟ آی بود ثابت فکر کنم باز بولزمن باشه، آی تقسیم بره یک به علاوه اف بر اف بی به توازن دلتا اف، چون ازش استفاده نمی کنیم حقیقتش پارامترش در نیاوردم. خب نویزه ای که ما بررسی میکنیم همین چند تاست دیگه، همینا کار ما را میندازه. حالا ممکنه نویزه دیگه ای باشه ولی چون ما سر کار با ترانزیستور داریم همینا کفایت می بریم پس سراغ مدل نویز در عناصر. But that won't be there.
نویز کلن پارامتر اسمال سیگنال کام یعنی بستگی و دقت اسیلوس کوکا فقط دیره دو حجم نویز اگه پارامترش در نیاورم اضافه میکنم به جزء میگم چون ازش استفاده نمی کنیم نه ننوشتم متاسفانه استفاده نمی کنیم بخوان بدنش ولی خب برای آشنایی متقد آره اگه چیز باشه احتمالا یه پارامتر ثابته اف که فرکانس اون یه اف بی تو من ثابت باشه قاعدتا باید بدم حالا میگردم اضافه میکنم این پس مقاومت سری درونی دیوده که یه مقاومت فیزیکیه پس باید نویز داشته باشه ناشی از حالا اتصال بالک وایر سیم های داخل مدار مجتمع یا هر چی که هست خب اینو میتونیم در واقع بگیم هم نشت هست با RS منبع نویز ناشی از مقاومت مقاومت چه نوع نویزی داشت نویز حرارتی با چین میشد 4 KT R دیگه RS بعد خب اینم میتونه یه منبع جریان چون به توان دو دیگه سمت و سوش مهم نیست چون منفی مثبتش به توان دو میرسه دلتا حرفش مخرج دیگه اتصالات بالک بالک یعنی بدنه وایر ها چیزایی که داخل مدار مجتمع هست پس چی؟ صرف نظر کنیم میخوایم نویزش رو حساب کنیم نه دیگه نویزش حتما مهم دیگه چه نویزی داره یه پیوند پی ان اون که نویز مقاومتش بود خود پیوند پی ان چه نویزی میتونه داشته باشه شات نویز میتونه داشته باشه فلیکر نویز میتونه داشته باشه چون اینا تو پیوند پی ان اتفاق میافتن اون که نویز مقاومتش بود پس بریم بگیم که دوباره اینم حالا جریان باشه عذر میخوام این مقاومت درونی نیست مقاومت سری با دیوده مقاومت سری با دیود ناشی از اون اتصالات خود مقاومت درونی دیود رو اینجا می نویسم در واقع اینجا رو بنویسم RM در اینو می نویسم مقاومت درونی دیود که فیزیکی نیست و فقط مدل مداری است لذا نویز نداره اون مقاومتی که اتصال فیزیکی یعنی فیزیکی وجود خارجی داره نویز ایجاد میکنه خب مدل نویزش رو نوشتیم دیگه بالاخره یه سیم های وست هست به این پیوند به اون پایه های دیو اونا یه مقاومت کوچیکی دارن اسمش رو گذاشتیم RS خب نویزش رو نوشتیم ولی مقاومت درونی خود پیوند چون فیزیکی نیست فقط ما مدل کردیم اون دیگه نویزش رو نمی نویسیم چون وجود خارجی نداریم ولی خب خود دیوده پیونده باز دوتا نویز داشت دیگه یکی گفتیم شات نویز و یکی هم فلیکر نویز بگم IN به توان دو مثلا تقسیم بر دلتا اف شات نویزش می شد چی؟ دو کیو آی جریانی که از دیود عبور میکرد به علاوه K I بر F این تیکش میشد شات نویز اینم میشد فلیکرش
سوالی کسی نداره. نویز مقاومت آرس. نویز آرس. این دوتا هم بنویسیم. میخورده اینو پس ببرم بالا. این دوتا هم بنویسیم نویز پیوند پی ان. بریم سراغ یه مدار ترانزیستوری ساده ببینیم اونجا داستان به چه صورته. حالا فعلا خود یه دونه ترانزیستور رو بررسی کنیم. چی؟ نه چون به توان دو رسیده مهم نیست پولاریتش چیه. چرا به توان دو رسیده؟ چون جلسه قبل نبودی توضیح دادم. حالا اول اینجا برای اینکه متوسط این چون میشه صفر نویز دیگه پولاریته هی جا به جا میشه برای نویز. متوسطش چون صفر تقریبا برای اینکه این اتفاق صفر نباشه تو حساب کتاب ما چون وجود داره دیگه به تاندور رسوندیم که این قسمت این منفیش هم مثبت شه. بعد حالا آخر سر میتونیم مثلا جذب بگیریم بشه همون چیز اولی. بعد حالا اینکه مثبت شه متوسط بگیریم یه مقدار عدد مثبتی میشه. نویز چی؟ خب نویز خارج رو میتونیم مثلا تو ورودی مدل کنی بگیم ما به نویزم تو ورودیه دیگه یا تو تغذیت یا تو خروجیت یه جایی هست دیگه فعلا. ولی ما بس اون نویزهای المانه درونی مداره چون من حالا مدلی ندارم چه نویزی رو نویز خود مدار مهمه فعلا. خب بریم سراغ نویز. این چی بود؟ دیود بود دیگه. بگیم نویز ترانس بای پولار. حالا یه بذارن میبینیم بعضیش مثلا صرف نظر میکنیم. خب چی بود مدل سیگنال کوچیکش؟ یه آرپای بود چون نویزم یه پارامتر سیگنال کوچیکه. میریم سراغ سیگنال کوچیک جی ام وی پای. خب چیزی که مثلا تو مدلی که تعریف کنیم برای مثلا کاهش نویز داشته باشیم از چه پارامتر استفاده کنیم؟ یه کمی میبینیم حالا جریان زیاد چه نویز کم میشه یا زیاد میشه بلود خواهد برم یا مثلا پارامتر مثل دیود خودش خودشون خواستن نه ولی دیود میتونه نویز رو اضافه کنه. اضافه آره دیگه نویز خودش نویز داره دیگه. دیود هر عنصری اضافه کنی نویز اضافه میکنه. ما یعنی که مدار هست حالا نویز کنسلیشن داریم نویز کن چرا دیگه من نیدی بعضی نویز ها وابسته به فرکانس بودن ولی هست مدار هست نویز رو کم میکنه مثلا یا تکنیک های مداری هست و نویز رو کم میکنن فعلا در حیطه این درس نیست. خب این کالکترمون بود اینجا هم امیتر اینجا هم خب بیس. چه نویزه ای اضافه کنم به این؟ خب نویز مقاومتی ها رو بذارم
تو بیس مقاومت ممکنه داشته باشیم، ما مقاومت اتصال بیس، بالاخره این بیس واسه یه سیمی به دست یه چیزی وصل شده دیگه با این پایه خروجی. اون فعلا میشه ساختار مدار، فعلا ما ترانزیستور رو داریم بررسی. پس یه مقاومت، این اسمش رو بذاریم مقاومت اتصال بیس یا نوعی یا مقاومت پایه بیس، اتصال پایه بیس. پس مقاومت، پس نویز داره دیگه، اینجا رو بگیم این بیس، اسمش رو میتونم بذارم وی بیس به توان دو. جنسش چیه؟ مقاومتی 4KTR دیگه، 4KTR. حالا مقدار این مقاومت چیه در عمل؟ چون ما کوچیکه ازش صرف نظر کردیم قبلا برای ماسبات اسمال سیگنال، ولی الان که وارد نویز شدیم یه مقدار بررسیش میکنیم. در حد مثلا بگم 50 اوم تا 100 اوم این مقاومت که کوچیک است. اما چون ضرب در بهره میشه تو بیس قرار گرفته دیگه، ضرب در جی ام میشه میره تو خروجی، میتونه نویز تأثیر گذاری باشه تو خروجی. نویز خازن نویزی باسته نداره، خازن من نیدم نویز برش تعریف کنم، باید شاید تو فرکانسی بالا اتفاقی بیفته. خب جریان پیوند بیس امیتر چی؟ میتونه نویز داشته باشه؟ وابسته به چی؟ ببینید دارم میگم پیوند بیس امیتر یه جریان داره دیگه، پیوند پی ان هم هست، نویز نداره؟ چی داره؟ نویز جریان بیس بگیم، آیا هم شات نویز. خب بیام 50 او مشخص نیست رنگش، 50 تا 100، بستگی الان به تکنولوژی داره البته، شاید الان یه او رسیده باشه من نمیدونم، ولی خب الان چیزی که ترانزیستوری که ما استفاده میکنیم تو آزمایش کنم مثلا در این حد. آیه بیس اسمشو میذارم به توان دو، بگیم نویز جریان پیوند بیس امیتر مثلا که شات است، پس میشه آیه بیس به توان دو تقسیم بر دلتا اف دو کیو آی آیه بیس. آیه بیس هم حالا مشخصه دیگه، بله فلیکر نداریم، کی آیه بی اف بله بی برس نویز میتونیم داشته باشیم. بنویسم باش صرف نظر میکنیم ازش، حالا الکی نوشته تو ترانزیستور صرف نظر بود. آره برس نوید نداریم تو ترانس، معمولا صرف نظر میشه. کش پس اینم بنویسم که شات و فلیکر است. جنسشون اینم فلیکر، دیگه چه نویزی ممکنه تو ترانزیستور داشته باشیم؟ خب
کالکت پیوند آره پای نداره یا آره او فیزیکی نیستن مدلن. آره او مثلا چی بود؟ اثر تغییرات ولتاژ کالکتر امیتر بر اثر تغییرات جریان کالکتر بود که ما مدلش کردیم با یه یادتونه ولتاژ یه ترانزیستور رو رسمی کردیم بر اساس جریان این آی سی بود، اینم این ولتاژ کالکتر امیتر بود، اینم آی سی بود. میگفتیم این میاد اینجا اینجوری اثر الی داره، یه مقداری ولتاژ کالکتر امیتر تغییر میکرد، یه مقداری جریانمون تغییر میکرد، یه کوچیک در این حد. اون آر او اثر این بود که ما مدلش کردیم با یه مقاومت، پس وجود خارجی فیزیکی نداره، پس نویزی براش تعریف نمیشه. آر اف آی چی؟ آر اف آی هم فیزیکی نیست. جی ام پی من به جریانی کاری باش ندارم. چی؟ این کی ثابت فلیکر نویز کی بی، این چرا به اضافه نوشتم به این کی بی احتمالا ثابت برس نویز باشه مثلا توی این اینجا هم یه چارک، این کی هم توی نویز حرارتی ثابت بولتزمن فکر کنم یکی بچه ها سرچ کرد. چیه کالکتر امیتر؟ آها جریانم آره یه نویزم پس اینجا داریم دیگه، پیوند کالکتر امیترم حالا جهتش مهم نیست ولی میکشم آیه کالکتر بگیم به توان دو تقسیم بر دلتا اف مساوی است با دو تا کیو آی اس که فقط شات نویزش مهمه. چرا مثلا یعنی فلیکرش صرف نظر احتمالاً به این دلیله که چون تو خروجیه حالا فلیکر نویزش خیلی تاثیرگذار نیست، یا شاید تو بیس پیوند بیس امیتر الکترون ها بیشتر گیر میافتن تا اون پیوند به خاطر نمی نویسن، معمولا صرف نظر می حالا نوشتی هم نوشتی درست، درستش اینه بنویس، ولی خب معمولا صرف نظر می کنیم که ساده یک کمی جمع جورش کنیم سادهش کنیم. بله بزرگ باشه دیگه در کل از رابطه تماشا کنی. آره تو فرکانس های بالا میتونی صرف نظر کنی ازش، نه هیچ فرقی نمی کنن. ولی میگم چون احتمالا این مثلا ضرب داره چیز میشه، ضرب چی بهش ضرب بهره میشه میره تو خروجی، شاید به اون خاطر باشه. بنویسی هم نوشتی دیگه ایرادی نداره، چون هست در اول نویز فلیکر هست تو پیوند بیس امی بیس کال کجا از کارکتر امیتر. البته از اون ورم خب جریان اون بیشتره دیگه، درسته این ضرب داره جریان ضرب بتا میشه دیگه، اونم آی سی اف خودش ضرب بتا شده از قبل. آره تقریبا میشه گفت اصلا برابر باشه، ولی خب میگم به احتمالا برای ساده کردن دیگه زیادی شلوغ نشه صرف نظر کردیم فعلا. حالا بنویسی هم نوشتیم. خب بریم سراغ یه نکته. مقاومت های امیتر کالکتر هم داریم ولی از اونا هم صرف نظر میکنیم، مثل بیس بود، بیس اتصال بیس یه مقاومت داره، کالکتر هم مقاومت داره، امیتر هم مقاومت داره. حالا ساختار ترانزیستور بایپولار رو اگر یادتون باشه، نمیدونم تو همون جلسات اول کشیدیم خاصی خازنش رو به دست بیاریم، یه مقدار در باید مقاومت ها صحبت کردیم، نمیدونم کدوم جلسه بود، دیدیم که آره میشه مثلا چون اریای مثلا کالکتر شاید بزرگتر بود،
نسبت به بیس، یا امیتر بزرگ بود ایریاش نسبت به بیس، می شده که از مقاومتاشون صرف نظر کنیم یا کوچیک بودن. به این خاطر اینجا هم دیگه ننوشتیم، از مقاومتاشون صرف نظر کردیم. پس حالا در قالب یه نکته می نویسم. مقاومت، یعنی فعلا کلکتور رو بس کنیم. اینجا مثلا گفته چون با مقاومت خروجی که همون آر اس سی باشه، سری میشه آر اس سی خیلی بزرگه، دیگه از اون صرف نظر. پس میگیم لذا از نویزه. هم امیترم باز برمیسته. خب بریم یه منحنی بکشیم، یه مقدار شاید جالب باشه نسبت به فرکانس. بفرمایید. سلام علیکم. نویز شات نویز بود. به نویز سفید هم فکر کنم معروفه. دو تا کیو آی بی با فرکانس که تغییر نمیکنه، درسته؟ دو کیو آی بی مقدارش بود. نویز فلیکر چی؟ نویز فلیکر همچین قیافه ای داره، با فرکانس تغییر میکنه، هرچی فرکانس بیشتر میشه کمتر میشه، همچین چیزی بگیم. یک افوم معروف هست به یک افوم نویز، هم اسمش فلیکر هم یک افوم نویز، چون با فرکانس رابطه داره. یک افوم نویز یا هم نویز فلیکر. خب حالا مجموع اینا میشه چی مثلا؟ یه همچین چیزی احتمالا بشه. اینا با هم جمع شن مثلا همچین چیزی میشه. این فرکانس رو اینجا، فرکانسی که این دوتا با هم تلاقی دارن، بهش میگن فرکانس کورنر. نویز فلیکر یا یک افوم نویز دیده نمیشه دیگه، اینقدر کوچیک میشه در مقابل نویز شات، قابل صرف نظر. پس فرکانس کورنر هر کجا بود تا اون فرکانس فلیکر نویز مهمه. اگر پنباند شما از این، یعنی فرکانس کاری شما از یک افوم نویز بالاتر بود، دیگه مشکلی نداری با فلیکر نویز. مثلا تو یک افوم نویز اون چون روشو گرفته بود ننویزیم دیده نمیشود. این یا قابل صرف نظر هرچی. مثلا تو کاربرد پزشکی فرکانس های سیگنال مغز و اعصاب و این چیزا مثلا 10 هرتز، 1 هرتز، 100 هرتز، تو این رنج فلیکر نویز خیلی مهم. مثلا اگر شما یه دیوایس ساختی برای کاربرد پزشکی، یکی از پارامترهایی که باید کاهش بدین نویز هست، نویز فلیکر. جریانت کمه اونجا مثلا شاید نویز مشکل ایجاد نمی کنه، نویز پلیکر رو باید کم. مثلا تو تکنولوژی جدید گرمین داده میارن، مثلا توی یه سری هست از ساعت گوشمند، خب
که با استفاده از همین نویز که توی سطح خون هست اینا رو مثلا اندازه‌گیری می‌کنه. عادت دو تا سنسور داره که این دو تا انگشت اونجا تماس می‌گیره و مثلا به دیگه که فشار سطح فشار خون اینا سطح اکسیژن رو خوش چقدره؟ به همین نه فرق کرد یه فلسطنده و قلیدی که اینه شده که دوینه ما دشته که هنید لنوستان نانومتر برو جوش رو همین در یک دن دوربین سیمس یا در گیرنده و نویزه در انن خلاص اوانه که واقع بود مثلا مجیدن تو ساعت میستن ولی چرا بیست دقیقه از کتاب نویز به در ماسفت و جیفت مثلا دیگه اون چیزایی که معمولا تو کتابا میبینید استفاده میشه مینویسم دیگه شاید از برخی نویزا صرف نظر کرد اینه ای که ما میگیم صرف نظر میکنیم برای اینکه تو کتابا صرف نظر کردن ساده شده دیگه ما هم از همون استفاده میکنیم نویز جریان درین کاسمر دلتا اف میشه 4 کی تی گاما جی ام و علاوه نویز فلیکرش خب این گاما تقریبا یه عدد ثابته دو سه اون چار کی تی چار کی یه دیگه که گفتیم گفتی که کی دی های نسمر اف دی به طبعه دو غلبه اون برس نویز بود اونو فلش کن صرف نظر میشه این پس نویز حرارتیشه مثل مقاومت نویز حرارتی داره ماسفت نویز حرارتی اینم نویز فلیکرش نویز حرارتی در واقع کانال آیا درینه آیا این ماسفت درین بود دیگه چی داره خب اینو بنویسیم ماسفت حالا جلسه بعد جلسات بعد میریم سراغ تعلیل فرکانسی ماسفت تقویت کننده فت حالا تا هر جا که برسیم ترانزیستور جی فت هم آیا چی؟ آره این اینجا نه مقاومتش بی نهایته برای جی فت یه کوچیک داریم ولی برای اون مقاومتش بی نهایته جریانی نداره کدوم آیه دی درینه دیگه آیه درین جریان درین خب جیفت قیافه شو درست کشیدم کنم این پایین تر اینم کاش با رنگ قرمز میکشیدم که نویزمون اینه اینم باز یه منبع نویز منبع نویز داره این پایینم این منبع نویز داریم در واقع این آیه گیت هست خیلی جریان گیت کوچیکه دیگه تو جیفت حد صفر ولی خب یه کوچیک داریم که میشه دوتا گیت بعضی وقتا گیت دیگه اون پایه گیت ماسفت که بی نهایت جیفت بعضی وقتا نشتی داره بهشون میگن نشتی یعنی جریان نداره ولی نشت میکنه بعضی وقتا جایی به صورت خیلی کم برسیم بیشتر در برش صحبت بریم سراغ نویز در امیتر مشترک سراغ تقویت کننده های سوال بریم
زودیاب نکردیم. خب یه میتر مشترک رسم میکنم، شما بگید کجاش نویز داریم. بالا جا نیست دیگه، برم کجا داریم. خواهد تموم شد. خونم زدم. آره خب یه مقاومت آر اس هم داریم مساوی 1 کیلو باشه. اینم ورودیمون باشه دیگه. چی داریم؟ هیچی. اینم خروجی. چه نویزایی داریم؟ این خب اسم نویز اینو پس بذاریم مثلا بگم VS VNS مثلا به توانت. این خب اینم به صورت جریانی چون وسط به خروجی مستقیم میره تو مقاومت خروجی دیگه. اینم جریانی مثلا چی بود مقدارش؟ 4 KT RC. اون مقدار ولتاژش بذار اسم بلن بهش اسم میدم، مقدارش بعدا به دست میدم. اسمشو بذاریم IN RC، IN noise RC مثلا به توان 2 تقسیم بر دلتا F. اینجا میگی بیس میتر. خب اسمشو بذارم IBase مثلا به توان 2. من به جریان DC کجاست؟ VCC نویز. اون میشه نویز خارجی دیگه، ولشون. حالا من نویز مثلا 50 هرتز مثلا ریپلو 50 نویز 50 هرتز برق و اینا میشه نویز، کاری با اون نداره دیگه. چی؟ اینجا هم داشتیم کلکتور امیتر، بگیم آیه کلکتور به تام آیه ان کاش می‌نویسیم آیه ان بیس که با خود جریان اشتباه نشن. آیه ان بیس به توان 2. چرا اینجوری؟ اینم آیه ان کالکتر به توان. استاد نمیدن چه امیتر مشترک که باید طبق خود بایاس داشته باشیم، یعنی یه آردی رو داشته باشیم، چون که این دیگه بایاس نمیشه فعلا. فرض کن بایاس شده، فعلا مدار ساده رو میخوایم تحلیل کنیم، بعدا اونا میام. آرستیمون هم 10 کیلوه، 10 کیلو. اینم بهره این چقدر؟ بگیم آیه سیمون هم مثلا 1 میلی آمپر باشه و بتامون هم چقدر باشه؟ 100 باشه. بهره این مدار میشه چقدر؟ RC AV مساوی منفی مقاومت تو کالکتر تقسیم بر مقاومتی که از امیتر میبینیم. اینم هست دیگه، میشه RPi تقسیم بر بتا و علاوه RS بتا که این میشه منفی 10 کیلو تقسیم بر RPi 2.5 کیلو تقسیم بر بتا، 2.5 کیلو تقسیم بر 100 و علاوه 1 کیلو تقسیم بر 100. این تقریبا میشه منفی 300 اگر اشتباه نکنم، هولوش 300. بهرمون شده 300. اینجا هم می نویسم فعلا برای سادگی، فعلا برای سادگی تحلیل از نوید پلیکر صرف نظر کن شلوغ نشین. خب منابع نویز مقدارش رو اول به دست بیاریم. این میشه چی مقدارش؟ VNS به توان 2 VNRS به توان 2 دلتا F میشه 4 KT RS دیگه. RO چیکار داری با RO؟ آره نه خیلی بزرگه. آره خب بزرگه نسبت به RC بزرگتره. صرف نظر کرد 4 KT RS میشه چقدر؟
4 کیتی رو عددش رو داریم دیگه، 1.6 ضرب در ضرب توان منفی 20 ضرب در مقاومتمون کدوم؟ 285؟ نه خب میخواییم روند باشه دیگه، خرابش نکنم. 285 خب این خوبه، به توان دوش میرسونی میشه 900، 9000 چقدر میشه؟ 90000. اشکالی نداره. نه فرمول درست باشه من نمیرم حالا زیاد ضرب تقسیم کنم، مثلا مقدارش رو دارم اما ولی دیگه خیلی پرت باشه فکر میکنم مثلا تقلب کرد. اشکالی نداره 10% اختلاف داشته باشه. خب این میشه 1.6 این ضرب توان 3 ضرب در ضرب توان منفی 17 میشه ولت بر روی چی؟ هرتز چی؟ مقدار کی؟ این اینا با هم رو هم رفته مقدارش میشه این. حالا برو دیگه دمات چقدر؟ دمای محیط 27 درجه است. ثابت بولتزمن چقدر؟ برو در بیار ضرب کن میشه اون. بعد اونو دیگه عدد ثابته باید مثلا حفظ بشی یا بهت بدم مثلا تو امتحان. ضرب شده. ضرب در اون ثابت شده مقدار شده اون. دیگه این چیه؟ آی بیس آی ان بیس به توان دو تقسیم بر دلتا اف. اینم دو کیو آی بی نیست از فلیکر نویز گفتیم صرف نظر کنیم، همون نویز شاتش رو بنویسیم. خب میشه دو تا ضرب داره 1.6 ضرب داره ده به توان منفی 19 ضرب داره جریان بیسمون چقدر؟ 1 میلی آمپر بود تقسیم بر اون میشه 1/100 میلی آمپر ضرب داره ده به توان منفی 3. این پس چیه؟ آیه بیسم میشه 3.2 شما ضرب در دربتان منفی 24 ولت به توان دو بر هرتز آمپر به توان دو بباش. فعلا میبریم تو خروجی میبینیم تو خروجی چقدر تقویت میشن اونجا مقایسه میکنیم. دیگه جریان بگیم نویز کالکتر مثلا آی ان سی به توان دو تقسیم بر دلتا اف مساوی است گفتیم از فلیکر صرف نظر کنیم فعلا دو ضرب در ده به توان من 1.6 ضرب در ده به توان منفی 19 ضرب در ده به توان جریان 1 میلی آمپر بود دیگه این آی سی هست. خب اینم میشه 3.2 ضرب در ده به توان منفی 22 آمپر به توان دو بر هرتز. نویز حرارتی مقاومت آی ان آر سی به توان دو تقسیم بر دلتا اف مساوی با 4 کی تی تقسیم بر آر سی. اگر ضرب در آر سی میشد میشد ولتاژ تقسیم بر دو تا آر سی، آر سی به توان دو میشه چه جریان؟ 1.6 ضرب در ده به توان منفی 20 ضرب در آر سی 10 کیلو بود ده به توان 4 مساوی است با 1.6 ضرب در ده به توان منفی 24 آمپر به توان دو بر هرتز. خب حالا بیایم پس حالا این مقدار متوسط نویزا به توان دو رو داریم به صورت عددی دیگه. الان باید اثر تک تکش رو تحلیل نویز اینجوریه اثر تک تکش رو تو خروجی به دست بیاریم و اون وقت مشخص میشه کدومشون با چه ضریبی تقویت شده کدوم نویز غالبه. هر کدوم نویز غالب بود اون وقت بری سراغ مثلا کاهش اون نویز. خب
اثر من میرم سراغ اثر مثلا RS که تو ورودی هست، یا آره هم اثر VNS به توان دو ناشی از RS در خروجی، یعنی اثرش در خروجی. خب مدار معادل میکشید راحت، بقیه نویزا رو صفر میکنید، بقیه نویز ها صفر و مدار معادل. اگر میخوای کارت ساده شه، خب یه منبع نویز داشتیم تو ورودی به اسم VNS به توان دو مقاومت RS، امیترش زمین بود، اینجا هم که RC، اینم خروجیتون. این دقیقا مثل بهره ولتاژ نیست، ضرب در بهره نمیشه، دقیقا تو ورودی دیگه جای وی اینتون رو گرفته، من نویز آر اس. خب پس طبیعیه اسمشو من میذارم وی او یک ناشی از این. پس میام میگم که وی او یک مساوی است و منفی وی ان اس ضرب در چی؟ بهرمون آر سی تقسیم بره همون آر اس بتا اون به علاوه آر پای بتا اون. منتها ما چون اینجوری می نویسیم وی او یک به توان دو تقسیم بر دلتا اف میشه چی؟ میشه وی ان اس به توان دو تقسیم بر دلتا اف ضرب در چی؟ 300 به توان دو که بهرم دیگه، این همون 300 است، چون ما نویز رو گفتیم دیگه به توان دو حساب میکنیم، پس بهره هم ضرب به توان دو رسوندیم. کسی سوالی نداره؟ چرا سوالتون بود؟ میشه چقدر این نویز مقدارش حساب کنیم؟ وی ان اس رادیکال تقسیم دلتا اف داریم، کجاست؟ اینه یک مویز چیز در دو تا منفی 17 زب در اون کنیم، تقریبا میشه 14 ممیز 4 زب در در به طان منفی 13. آره 13 اگر چیز آقای امیرعلی به گیر نده، امیر مهدی میگم اگر گیر ندی به این تقریبی که زدم درسته شدین. 14 کجا اومد؟ حالا دیگه هر چیز یک مویز چیز زب در 9 کنیم نمیشه 14؟ پس این شد اثر نویز آر اس در خروجی، اثر نویز آر اس در خروجی. مقدار عددی شده این، حالا اینو جذب ازش بگیری نویز واقعیت به دست میاد، جذب بگیر ببین میشه چقدر. بریم سراغ اثر آی بی در خروجی، اثر نویز برم بالا، اثر نویز آی بی در خروجی. خب آره ورودیمون صفر، ورودی هم صفر شده، یک کاری با سیگنال ورودی نده. خب بیام بگم میام آر اس رو میذارم سر جاش بدون نویز، این هم آر سی، این هم وی اوت، این هم نویز آی بی، آی بی به توان اسمش آی ان بی بود، آی نویز بیس به توان. این میشه چی؟ اسم اینم بذارم وی او دو، اینو نمیتونم تبدیل به تونن کنم،
اگر از جریان بیس صرف نظر کنم بگم با صرف نظر از آتون نمیخواد صرف نظری تبدیل میکنه تبدیل به تونن پس میشه چی؟ میشه وی ان بیس به توان دو میشه در واقع آره استبدال اون جریان منتها توان دو فعلا ننویسیم میشه بنویسیم دیگه آره اس در آی ان بیس به توان دو آره پس اینو حالا میایم در خروجی ضرب میکنیم در بهره میگیم وی او دو مساوی است با دلتا افش هم بنویسیم میشه آی ان بیس به توان دو تقسیم بر دلتا اف ضرب داره آر اس به توان دو ضرب داره چی؟ 300 به توان دو پس وی او دو به توان دو تقسیم بر دلتا اف میشه همچین چیزی ولت به توان دو بر هرتز از قبلی کوچیکتره اون منفی 13 بود این منفی 14 این آره این کوچیکتره 10 برابر تقریبا و بریم از سر الان میارم عددشو اونه اوکی و بریم از سر در واقع بگیم نویز جفت نویزه از سر نویز آی ان سی به توان دو و چی اون یکی اسمش چی بود آی ان آر سی به توان دو یعنی این دوتا با هم جفتشون تو خروجی هن دیگه این دوتا من به جریان نویزیمون با هم دیگه جفتشون ضرب مقاومت خروجی میشن میشه ولتاژ خروجی میخواید مدار معادلش هم همیشه بکشید که ورودیمون صفره آر سی سر جاش ولتاژ خروجی دو تا نویز هم با هم جمع میکنیم دیگه گفتیم که چون به توان دو رسیدن علامتش فرق نمیکنه آی ان آر سی به توان دو به علاوه آی ان کالکتر به توان خب اسم اینم هم میزن وی او سه این نه اون آخه نویز نیست ورودی وقتی صفر بدید ای ام بی پای صفر میشه اون جی ام ات صفر در واقع اون منبع چون ورودی صفر داریم اگر ورودی نویز داشتیم آره یه بیس امیتر نویزی داشتیم جی ام داشت حالا فعلا نداریم وی او سه میشه در واقع آر سی به توان دو ضرب داره این نویز ها آی ان آر سی به توان دو به علاوه آی ان کالکتر به توان دو که اینم حساب کنیم عددش تقریبا نهاییش میشه 3.21 ضرب در ضرب توان منفی 14 ولت به توان دو بر هرتز نیفتم دلتا اف به توان دو اینم به توان دو تا نویز مستقل از همان دیگه جمع منابع جریان جلسه قبل گفتیم با هم جمع میشن چون دو تا متغیر تصادفی مستقل از هم است حالا اثباتش هم سعی میکنم پیدا کنم تو آمار دو تا منابع جریان دیگه زد و محمد خروجی میشن علامت هم ندارن چون به توان دو رسید علامت هم ندارن چون به توان دو رسیدن سوال چی بود الان
قبلی فقط یه منبع نویز لحاظ کردیم، تو ورودی بود یه ولتاژ بود زده بهره شد، ولی الان منابع نویزمون اونا رو زدیم کنار، دو تا منبع جریان تو خروجی، خب ولتاژ خروجی میشه ضرب اون منابع در مقاومت دیگه. VNRS بود دیگه، درسته؟ VNRS بوده چون زده هست. توی فصل اول پایین در مورد همین فیلترهای تکنولار و بار بزرگم از کجا به فرمه که از چه نوع فیلتری باید استفاده کنید باید از بیرون میشه؟ آخه مطمئنی فیلتر نویز حذف میکنه؟ باید بکنید نه دیگه، اون فیلتر نویزی هضم میکنه وابسته فرکانس باشه، بعد میگه تو این فرکانس مثلا شما میخوای نویز برق شر رو، ریپل برق شر رو هضم کنین، یه فیلتر ناچ فیلتر بهش میگن، دقیقا رو 60 هرتز دامنه رو خیلی کم میکنه اون نویز برات کم، بستگی داره تو چه فرکانسی میخوای نویز کم. خب نویز کلی میشه چی؟ نویز کلی در خروجی بگیم مجموعشون دیگه، دلتا او، دلتا ان اوت بگیم اسمشون، وی میگم دلتا، چرا نه دیگه جمع همشونه، تک تک جمع قضیه جمع آثاره دیگه، وی ان اوت به توان دو تقسیم بر دلتا اف به توان دو، دلتا اف توان دو نداره و غیره گذاشتم. پس شد وی او یک به توان دو تقسیم بر دلتا اف، به علاوه سه تا داشتیم دیگه، وی او دو به توان دو تقسیم بر دلتا اف، به علاوه وی او سه به توان دو تقسیم بر دلتا که عددشون شد چقدر؟ من اینجا دارم 1.44 بود ضرب در 10 به توان منفی 12 13 بود، نه دو ممیز هشتاده شاید اشتباه نوشتم، الان میریم چک میکنیم، الان چک میکنیم، به علاوه 3 ممیز 2 ضرب در ضرب توان منفی 4، یکیش منفی 13 بود، 14 ممیز 4 بود. آها خیلی خوب، پس فرق نمی کنه. پس این نتیجه شد 1.7 ضرب در 10 به توان منفی 12 ولت به توان 2 و هرتز. حالا فرض کنیم پنه باند، فرض کنیم پس اول پنه باند رو دخالت نمیدی در محاسباتت، به این خاطر دلتا اف رو بردیم پایین، فرض میکنه فرض کنیم پنه باند 1 مگاهرتز مثلا باشه، اون وقت وی نویز اوت به توان دو میشه این ضرب در دلتا اف دیگه، این عددی که داشت 1.7 ضرب در 10 به توان منفی 12 ضرب در 10 به توان 6 که میشه 1.7 ضرب در 10 به توان 6 منفی 6 ولت به توان 2 که اگر این از این جذب بگیریم میگیم وی ان اوت آر ام اس میشه 1.4 میلی ولت آر ام اس، پس 1.4 میلی ولت نویز تو خروجی داریم. حالا نویز تو ورودی میشه چی؟ نه این که این تو خروجیه ضرب، چرا تقسیم بره اینو تقسیم بره 300 به توان دو میکنی شو نویز تو ورودی، حالا یکی انجام بده ببینیم میشه چقدر مثلا تو ورودی چند میکرو میشه چی میشه. این میلیه، نه اینو شما انجام بده بعد بیاد ازش جذب بگیر.
یک مایز 55 میشه 15 صدم نانو ولت مثلا. 15 صدم ضرب 10 به توان منفی 9 میشه نانو ولت. خب نویز تو ورودی کمه دیگه، ولی خب ضرب بهره شده اومده تو خونه، 1 میلی ولت نویز داریم. حالا 1 میلی ولت اذیت نمیکنه. منفی 7 شد. این منفی 8. نه 7 پس این میشه 8 دیگه. نه شما رو 7 بودیم، اون 8 در 7 بودیم. شما گفتی 1 و نیم. خب پس میشه، خب میشه 1 و نیم زده در تان منفی 6 میشه 1 و نیم میکرو ولت. درسته؟ ولش کن، حالا خواستیم یه تخمینی داشته باشیم. نکته دوم، کم حالا بیشترین دامنه ورودی میشه سوینگ خروجیتون تقسیم بر بهره دیگه، کمترین دامنه میشه چی؟ سوینگ ورودی نه اون بیشترین بود، کمترین. کوچکترین دامنه ای که میتونیم به تقویت کننده اعمال کنیم، به تقویت کننده برای اون تقویتش کنه میشه چی؟ چی؟ شد یه میکرو شکرها یک و نیم میکرو بولت بود؟ کدوم؟ این سوینگ تقسیم بر بهره دیگه، ماکسیموم سوینگ. باید بنویسم ماکسیموم. کمترین دامنه سیگنال ورودی میشه چی؟ نویز تقسیم بره بهره که عددش رو چقدر؟ 1.5 میکرو ولت. یعنی شما اگر از 1.5 میکرو ولت سیگنال کوچیکتر اعمال کنی نویز غالب میشه دیگه، نویز میره تو خروجی، پس باید از اون 1.5 میکرو ولت بیشتر باشه. سیگنالتون نویزتون گم میشه.